درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم فساد اقتصادی در ایران نظاممند است و از پشتوانی قدرت سیاسی بهره میبرد مسیر فساد در جمهوری اسلامی جاده یک طرفه چپاول و تضمین فقر و فلاکت مردم طی چهل سال گذشته بوده است با پایان جنگ ایران عراق و آغاز دوران بازسازی اقتصادی فساد در تشکیلات دولتی طی چهار مرحله متحول شده است مرحله نخست مربوط به شکلگیری فساد امنیتی و سیاسی در انتهای دهه شست و ابتدای دهه هفتاد است سپس شبکه های فساد در نهادهای حاکمیتی و سازمان یافتن دولت در سایه از نیمه دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد رخ داد از نیمه دهه هشتاد تا اوایل دهه نبد دولت در سایه اداره کننده دولت رسمی بود و پس از آن فساد نظاممند با از دست دادن استیدای خود بر دولت رسمی با سوء استفاده از است تمرکز دولت بر سیاست خارجی با آن مصالحه کرد تا فسادی ساختاری همه جانبه و علنی تا جزئی ترین امور جاری کشور شکل بگیرد چهار رئیس جمهور هر کدام سهمی در گیری این شبکهای در هم تنیده دارند فساد امنیتی و سیاسی حاصل کار دولت سازندگی است و میوه آن قتلهای زنجیرهای نویسندگان و روزنامه و سرکوب آزادی بیان بود دولت در سایه فساد با پشتیبانی سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی و مذهبی در نتیجه محدود شدن اختیارات رئیس جمهور در عصر اصلاحات و بیرون رانده شدن دولت رسمی از شبکه حکرانی انقلابی متولد شد دولت های سید محمد خاتمی زمین ساز تشکیل دولتی شدند که با کمک ایدئولوژی انقلابی به نام ظهور و صدور انقلاب ایجاد شد و دستگاه های اجرایی دولت رسمی را تا پایان کار اصلاحات مانند جزیره در محاصره گرگها گرفت دولت پاکدستان بازکننده دروازه برای حجوم گرگها و یکی شدن منافع و اهداف دولت در سایه و رسمی بود دورانی که فساد صاحب شبکه قوی از عوامل موثر و صاحب نفوذ انقلابی در دستگاه اجرایی کشور شد و هر کس سر راهش قرار گرفت کنار زد دولت تدبیر که حاصل آخرین بارقه های امیدواری مردم برای تغییر اوضاع پس از وقایع سال 88 بود طی کمتر از دو سال مبدل به پیوند بخش فاسد سازندگی اصلاحات و اصولگرایی و گرایی با دولتی در سایه شد حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که در رقابت های انتخاباتی سال 92 و 96 تلاش کردند قدرت دولت در سایه را به هر شکل ممکن افشا کنند در نهایت به افزایش دامنه نفوذ آن کمک کردند دوران دولتداری حسن روحانی دوران مسلحت در سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی و نادیده گرفتن فساد به نام حضور در جبهه تحریم اقتصادی بود در این گزارش روند تحول فساد در دستگاه اجرایی کشور با توجه به مسیر فوق تشریح شده است اصر هاشمی زمانه ریزی فساد اقتصادی و سیاسی و شکلگیری باندهای قدرت است این جریان ها در سالهای پس از جنگ به دنبال سهمخواهی از سرمایه ملی با آنوین مختلف بودند دستگاه امنیتی نخستین پایگاه این گروه در دوران سازندگی شدند به این ترتیب دامانی فساد تا قتل های زنجیره روشنفکران دگرندیشان و روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی تداوم یافت اکبر گنجی در خصوص ابعاد این فساد گفت در دوران هشت ساله هاشمی حدود هشتا تن به وسیله محفلهای اطلاعاتی و به سیاسی به قتل رسیدند که معروفترین آنها قتل سعیدی سیرجانی مهندس برازنده میرعلایی، علایی و غیره بودند از طرف دیگر حادثه رو بودن فرج سهرکوهی و به در انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در همان دوره روی داد بازداشت بیستوسه تن از نیروهای ملی مذهبی مهندس علی صالح آبادی مهندس ابراهیمزاده مهندس عباس عبدی و غیره در تمیزترین دوره وزارت اطلاعات روی داد. یکی از اعضای حزب مشارکت هم درباره عملکرد وزارت اطلاعات و نقش آن در مفاصل اقتصادی در دوران 8 سال ریاست جمهوری وی در روزنامه بیان در تاریخ اول دی ماه 78 می نویسد هاشمی در دوران ریاست جمهوریش سیاستی پیش گرفت که هر کس هر کاری میتواند بکند انجام دهد به تمام وزارتخانه ها و ادارات گفتند که خودتان تولید درآمد کنید و یکی از مهمترین ضربه هایی بود که در این سالها به نظام مملکتی وارد شد هیچ جای دنیا اجازه نمیدهند که وزارت اطلاعات آن وارد روابط اقتصادی شود به دلیل اینکه بنیاد اطلاعات را به هم می ریزد. کسی که در موضع وزارت اطلاعات است و منبع اطلاعاتی دارد نمیتواند وارد کالاها و معادلات اقتصادی خرید فروش کارخانه بشود تقریبا تمام جاهای دیگر که بودجه لازم داشتند مثل وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی هاشمی یک راهی باز گذاشت که همه اینها وارد شوند و اسم آن را گذاشته بودند خودکفایی و افتخار هم میکردند دوران هاشمی و اصر آغاز انحراف در خصوصی سازی از نظر منتقدان انقلابی و اصلاح طلبان و سرآغاز انحراف در مش اقتصادی حکومت اسلامی و قتیدن در دامن سرمایهداری فاسد بود دورانی که تقسیم سهام ثروت ملی میان مدعیان و بر سر سفره حکومت مزصفان شروع شد همین فساد در طی شش دولت بعد جدی یک طرف ساخت که راست سنتی را با بخشی از جریان چپ اصلاح طلب و تندرو انقلابی در مسلحت اندیشی پنهانکاری و منافع اقتصادی به هم پیوند زد دوران هشت ساله ریاست جمهوری سر محمد خاتمی ای یک سو پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجیرهای و محدود شدن دسترسی های بی حساب کتاب این وزارتخانه به منابع اقتصادی کشور و از سوی دیگر با توجه به نگرش های دولت شهری و افزایش نفوذ رسانه ها و آزادی بیان در کنار فعالیت های نهادهای مدنی با افول استیلای عوامل فساد امنیتی در دستگاه اجرایی کشور همراه شد در این حال سیاست سازی دولت و دخیل کردن بخش خصوصی در اقتصاد که زمان هاشمی آغاز شده بود و در دولت خاتمی دنبال میشد در کنار نفوذ سپاه و نهادهای حاکمیتی و استانها بخش از اقتصاد ایران را دو دسته از قوه مجریه تحویل گرفت و در اختیار جریانی قرار که فرصت اصلاحات دوران سرنوشت ساز برای ایشان بود تا سازمان دولت در سایه را با پشتبانی نهادهای حکومتی بسازند اختیارات محدود رئیس جمهور در نظارت بر عملکرد مالی و اقتصادی این نهادها و فشارهای سنگین سیاسی به خصوص در چهار ساله دوم دولت اصلاحات به پایان کار این دولت عملا تمام ارکان حکومت در ایران را درگیری فسادی کرد که از ابتدای دولتداری محمود احمدی نژاد یکجا دستگاهی اجرایی را بلعید فساد نظاممند به معنی واقعی کلمه در همه ارکان دولت پاکستان کار را در دست گرفت فسادی که نسل انقلابی های از راه رسیده را کنار سرداران و مدیران کوهنگار به نام مسلحت حزبی ایدئولوژیک حکومتی و دولتی و مقدمه برای ظهور در یک صف برای بهره برداری حداکثری از منافع ملی و پنهان کردن آن به هر شکل قرار داد اجدهای فساد در ایران چند سر دارد یکی در دامن دستگاه اجرایی کشور است سر دیگر بر دوش سرداران و سپاه و دلالان نظامی نفتی است که از دهه راه و چاه ویژهخاری را به بهانه پیشبرد اهداف فرامنطقهای یاد گرفتند سر دیگر اجدها از بستر قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی بیرون آمد که قائلتاً باید به عنوان عامل بازدارنده و تنبیهی در برخورد با شبکه فساد می بودند و مبدل به سفر حفاظتی ویژهخواران و دانه درشت شدند و به عنوان مسلحت اندیشی حفظ آبروی نظام حفظ امنیت روانی جامعه افشا کنندگان فساد را به جای جریان های فاسد تنبیه و تهدید کردند سر دیگر این اجدها در ارگانها و دستگاههای مذهبی خانه خود را پیدا کرد که به نام تقویت بنیه دینی و لزوم تبلیغات برون مرزی و تأسیس و اداره حوزه های علمیه وارد کسب و کار اقتصادی شد همچین شبکه بزرگی متشکل از سی سازمان آستان بنیاد ستاد و مؤسسه زیر نظر رهبری در کنار سپاه قوه غذایی و صدا سیما همانطور که اشاره شد بدون که کسی توان ورود و تحقیق و تفحص و بررسی ابعاد فساد اقتصادی را در فعالیت ایشان به معنای عام داشته باشد سر دیگر اجدهای فساد در تاریخخانه قدرت و دولت در سایه هستند محمود احمدی نژاد با حمایت سرداران سپاه جریان انقلابی و نهادهای حاکمیتی برای یکسره کردن کار اصلاحات و قبضه کردن دولت رسمی و یکی کردن آن با دولت در سایه روی کار آمد او از شهرداری تهران با کمک سرداران و نهادهای مذهبی به پاستور رسید تا صحنه اقتصاد و سیاست ایران را یک دست در اختیار شبکه فسادی قرار دهد ده که دیگر به معنای واقعی کلمه عملکردش نظاممند بود اما پس از مدتی کنار این شبکه در هم تنیده و سفره های رئیس دولت نهم و دهم و همراهان او تلاش کردند حلقه متفاوت را تعریف کند که گروه خیابان فاطمی بر سردستگی محمد رضا رحیمی و حلقه یاران نزدیک احمدی نژاد اداره کنندگان اصلی آن بودند و سرداران کف خیابان مانند و حامیان اولیه آن به شما میرفتند در چهار سال دوم ریاست جمهوری معجزه هزاره سوم اصولگرایان عوامل وی تصمیم به خروج از حلقه سایه ها در حکومت ایران گرفتند اما خاندان هزار فامیل که حالا چندین سال بود همه ارکان نظام را تمام و کمال در اختیار داشتند راهبرد اعلام ظهور امام زمان از سوی حلقه خیابان فاطمی را برای قبضه کردن سیاست ایران خونسا کردند طی دو سال عوامل دولتی که شش سال دست به امر بر دولت سایه ها بود تلاش کرد ارباب و صاحبخانه را دور زده و کنار بگذارد اما در نهایت با خشونت تمام از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شد احمد نژاد که خود را فرزند کارگر معرفی کرد با سفرهای استانی ادبیات عوامگرایانه و اقداماتی از قبیل هدفمندی یارانه ها از یک سو و تحقیر و تضعیف طبقه متوسط اجتماعی از سوی دیگر قصدش قهرمان محرومان جامعه ایرانی باشد او خصوصا پس از وقایع سال 88 دیگر خود را فقط در قامت یک رئیس جمهور نمیدید بلکه با القای اطرافیانش به دنبال رهبری سیاسی و اجتماعی در ایران مشابه مدل پوتین در روسیه بود دولت محمود احمدی نژاد به گواهی پرونده های فساد اقتصادی مطرح شده فاسدترین دولت طی صد سال اخیر در ایران است دولت حسن روحانی با نماد کلید و حمایت همه جانبه گروه های مختلف اجتماعی با شعار مبارزه با فساد به میدان آمد چون در اواخر دولت محمود احمدی نژاد در کنار تحریم ها اداره امور کشور را فلش کرده بود تورم اقتصادی و راند و فساد کمر دستگاه اجرایی را شکسته بود روحانی در شرایط خود را حلقه اتصال همه جریان ها از اصولگرا و اصلاح دانست که هاشمی رفسنجانی با اداره حکومت به دلیل مواضع سیاسی و پیدا کردن زاویه با علی خامنه ای در سال 1388 از شرخی سیاست ایران کنار گذاشته شد بزرگترین عامل شکست دولت روحانی در همان ماهای نخست پیروزی وی برابر دولت در سایه رقم خورد او با مشاوره سیاسیون و حامیون انتخاباتی خود تصمیم گرفت مسلحت سیاسی با چاشنی اعتدال بهانه برخورد آرام با فساد اقتصادی و سیاسی در سایه شود وی به بهانه اولویت حل مشکلات بینالمللی با مافیای اقتصادی دولت در سایه معامله سکوت و تحمل کرد بسیاری از عناصر اجرایی دخیل در فساد اقتصادی مانند گردانندگان بانک تا در پرده ماندند او سرداران و نهادهای حکومتی را به آشتی دعوت کرد و افرادی را در دولتش به کار گرفت که در اصطلاح چوبلای چرخ ایشان نگذارند در این حال همان ابتدای کار به کسانی مانند محمد رزا نعمتزاده و در دولت بعد به محمد کازم شریعت مداری مجوز تصویر حساب سری را با طلبکاران انتخاباتی داد به این ترتیب اگر در دولت حسن روحانی بابک زنجانی گرفتار شد در عوض خانواده های غلام حسین اصل علی انصاری سید مهدی خاموشی ایرمانی و گروه اعزام منتفضان اتاق بازرگانی جنرال های اقتصادی دولت تدبیر امید شدند و طی کمتر از هفت سال همه مرزهای افسانی ثروت را به پوشش اصلی دولت در سایه در نوردیده و صاحب چند ده میلیارد دلار نقدینگی و چندین برابر آن ثروت پنهان در ایران و همه نقاط جهان شدند دولت روحانی به واسطه نادیده گرفتن فساد اقتصاد ایران را دستخوش تشویش کرد دستگاه اجرایی را تا بن دندان درگیر انواع فساد کرد جامعه را در چند نوبت درگیر تلاطم و سکوب های خونین کرد و تورم را به بالاترین میزان در چهل سال گذشته رساند به این ترتیب محبوبیت دولت رسمی به کمترین میزان ممکن رسید و دولت در سایه بیرقیب آماده پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به نام حمایت از عزت ملی و ولایت فقیه شد فسادهای بزرگ دولت روحانی شامل صدها موارد است و نقطه مشترک همه آنها ارتباطشان با سازوکارهای ایجاد شده در دولت پاکستان برای شبکه فساد در دسترسی به گلوگاه های رانت در کشور است. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.